باشیم، نتونیم گزینه غیر از گزینه‌های بسته اونها انتخاب کنیم. الان میتونیم این نر بگیم، به خصوص یک کارت زرد هم آقای روحانی نشون بدیم، چون آقای روحانی هم به وعده‌هاش عمل نکرد. شما معتقد بود اگر مردم رأی زرد بزنن تو صندوق‌ها، دولت اونها رو به نام آراء باطل اعلام می‌کنه؟ نظارت بر صندوق‌ها هم داریم ان شاءالله. انتخابات سالمه. همه دوستان از همه آزادی خواهم میخوام برن تو ستاد آقای خزری. شما صندوق باشن آقای خزری. آقای خزری اگر هیئت نظارت میتونه کار بکنه و اگر آراء باطل خالی بشه، پس انتخابات درسته. من در سال 92 دو سال با همه رجال سیاسی اصلاحات صحبت کردم، از آقای هاشمی و خاتمی و سید حسن و موسوی داری و همه با همه اینا، موسوی عبدالله نوری. بحثم این بود که ما در انتخابات 92 میتونیم پیروز بشیم. همه این دوستان عزیزان اصلاحات تحریمی بودن. من میگفتم بیان به این دلیل میتونیم. آقای یکی از عزیزان به اسم ایران میگفت اولا نمیذارن، ثانیا بذارن مردم نمیان، چون عزیزان اون تو حبس هستن و اگر بذارن و مردم بیان رأی ما رو نمیخونن. من گفتم هم میذارن، هم رقیب برام میتراشن، هم مردم میان و رأیم خونده میشه. چرا؟ چون یک شکافی بین دولت و ولایت هست، یعنی احمدی نژاد و ولایت. از این فضا میتونیم استفاده کنیم. امروز به هر دلیلی بین دولت و حاکمیت یک فاصله هست، این تبانی شکل نمیگیره. این رفراندوم الان شدنیه و اگر ما بیاییم یه نه بگوییم، نه به دروغ گفتیم، یعنی به 14 دروغ، نه به جهالت گفتیم 14 دروغ، نه به حضور در سوریه، نه به حضور در یمن، نه به جنگ افروزی، به همه این قصه هایی که مردم هزینه شو دادن اما یک سری ماجراجو در اون بالا این راه انداختن، ما این نه رو بگیم و یک کارت زرد به آقای روحانی بدیم که میگه زندانی سیاسی نداریم، من زندانی سیاسی ام. آقای روحانی که راجب هست این 4 سال هیچ سخنی نگفت، راجب شجریان اولین ملاقاتی آقای روحانی میره خدمت رهبری، رهبری بهش میگه چرا اسم شجریان رو در انتخابات 4 سال پیش آوردی؟ مگر نمیدونی من اون روز ضد انقلاب میدونم؟ و آقای روحانی از اون موقع شجریان رو بوسید گذاشت کنار. حتی این هنرمند ما اومد زخ بیماری داشت، با بیماری وارد کشور شد، یک ملاقات یک تفکر از اون نکرد. ما اینها رو میبینیم و اینها رو باید مردم ببینن، اما بایستی به اندازه‌ای که میتونیم تأثیر بذاریم. این گفتمان داره شکل میگیره، شما در این گفتمان مؤثرید که مردم بیان یه رفراندوم یه نه دیگه بگیم، یه چیزی از دست نمیره. اون آقای خزری ما تا حالا با همین حضورا کار کردیم، یعنی هیچ وقت با حضور درست کردیم. فرمایش شما دو بخش داره، یه بخشش رو من میفهمم، شاید هم تایید نکنم ولی میفهمم، و اون این است که میگید آقای همانی که نشستی تو لس آنجلس، تو راه بهتری داری، بیا بگو ما از اون رو عمل بکنیم، و من این جوابی برای شما ندارم. اینو داشته باشید. من اینجا شما میگید اوکی، پس تو که راه بهتری سراغ نداری، پس بذار من کارم رو بکنم. اما اینی که من کارم رو بکنم این کار درست یا غلطه، اون رو باید توافق بکنیم که غلطه. اگر ما فکر بکنیم مردم برن در صندوق ها شرکت کنن، در انتخابات شرکت کنن، رأی باطله به صندوق ها بریزن و معتقد باشیم حکومت این آراء باطله رو میخونه، چون به این دلیل باید مردم رو دعوت کنیم، این یعنی این که پس آرا خونده میشه، پس اگر در انتخاباتی آرا خونده میشه، پس اون انتخابات درسته. یه ایراد من اینجا دارم. ایراد دوم من این آقای خزری، آیا من برای یک هدف درست میتونم از راه غلط استفاده بکنم؟ آیا منی که به این نظام معتقد نیستم، منی که به قانون اساسی این نظام اعتراض دارم، اگر برم در انتخابات شرکت بکنم به نوعی تغییر نکردم، دروغ به خودم نگفتم؟ این رو برای من توضیح بدید لطفا. ببینید اول خونده میشه، همونطور که آقای احمدی نژاد و خاتمی و بنی صدر هم آرایشون خونده شد و در این شرایط به خصوص من فکر کنم آرا قطعا خونده میشه، چون هماهنگی دو طرف در واقع ناظر و مجری نیست. به خاطر این شکافی که بین مجری و ناظر وجود داره آرا خونده میشه و یک فرصته و این فرصت رو استفاده کرد. من بازم میگم ما باید در این تلاش مدنی از هر فرصتی برای رساندن پیاممون و روشنگری استفاده کنیم. مطلبی که میفرمایید آیا تایید است؟ نه، دلیل نداره، بسیاری مخالفن. ببینید ما کاری کردیم با همین حضور در انتخابات که رهبری گفتش که
مخالفین هم بیان پای صندوق‌های رأی. برای مردم حق و ناز قبلا که آقای مصباح میگفت تشریفاته و این رأی بیعت با ماست، بیعت با رهبری است، اما الان وقتی ایشون میگه مخالفین هم بیان دیگه نمیتونم بگم بیعت با ماست. من میخوام بگم مبنا این است که بالای 90% مخالف جناح حاکمن اساسا میان پای صندوق. اگر به خاتمی رأی دادن رأی سلبیست، به احمدی نژاد رأی دادن رأی سلبیست، حتی به روحانی رأی دادن سلبیست. در سال 94 هفتم اسفند 94 به 30 نفر که اصلا نمیشناختن مردم اومدن رأی بدن رأی سلبی که شاخصهای جناح حاکم رو بندازن. این یعنی سلب. تمام مسیر ما در انتخابات مدت ها سلبیه. و اینم که میگه انتخابات همین که رأی میخونن آزاده، نخیر، قبل از ما انتخاب کردن، هر کسی رقیب جدی بوده رد صلاحیت کردن، انتخاباتی وجود نداره. از نظر من تمام انتخابات قبل از این که به صندوق رأی برسه باطل است، چون شورای نگهبان رقبای اصلی رو حذف کرده. انتخابات باطله، اما تلاش مدنی من چی میشه؟ تکلیف من چی میشه؟ میگم آقای شورای نگهبان، تو مهدی خزعلی رو رد کردی، من در صندوق می‌نویسم مهدی خزعلی، یعنی نه به جنتی، نه به تمام حاکمیت شما، و این نه رو فریاد میکنم. کجا میتونم؟ میتونم درخواست کنم مردم بیان میدون آزادی در از مراد، نمیبیان، اما میتونم بگم نترس، برو تو صندوق یکی رأی نارنجی